با نام اید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دنی کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان اصفهان و ما در شهر زیبای خمینی شهر هستیم. سوژه گزارش امروز ما صنایع دستی ارزشمند شهر و شهرستان خمینی شهر هست. خوشبختانه در این شهر هنرمندانی داریم که با ذوق و شوق دارن صنایع دستی رو خلق میکنن، صنایع دستی که ارزشمندن، زیبان و ماندگار، از نسل‌های قدیم به یادگار موندن و الان به دست ما رسیدن. امیدواریم که نسل‌های بعدی هم بیان و این نسل از صنایع دستی رو حفظ کنن و گسترشش بدن. اما ما الان در خانه سرتیپ صدایی هستیم. قبلا بهتون معرفی کردیم یکی از فضاهای تاریخی شهر خمینی شهر. این فضا رو انتخاب کردیم تا به هر حال هنرمندانی بیان و هنر خودشون رو معرفی بکنن، هنری که به هر حال عرض کردم موندگاره و میتونه هر جایی به اشتراک گذاشته بشه. ما داریم هنرمندانی که در زمینه قالی بافی دارن کار میکنن. خب قالی رو به شهرهای کاشان، کرمان، تبریز میشناسیم و معرفیش کردیم و اینجا هم خوشبختانه تو این زمینه دارن کار میکنن، یا چرمدوزی یا کار روی مینا و نقره کوبی و کارهای زیادی که به هر حال هر جایی میتونه مهد اون باشه و این هنر مربوط به یک شهر خاصی نیست، هرچند زادگاهش ممکنه اون شهر باشه و رونقش در هر شهری ترویج داده شده باشه. در این بخش به هنرمندان و هنرشون میپردازیم و آشنا میشیم با صنایع دستی ارزشمند شهرستان خمینی شهر. همراه و همسفر ما باشیم. به نام خدا، سلام می کنم خدمت بینندگان برنامه همسفر. خانم رضایی هستم از شهرستان خمینی شهر که کار فیروزه کوبی انجام میدم روی ظرفای مس. چند ساله که دارین این کار رو انجام میدین؟ حدوداً یک ساله که این کار رو انجام میدم. چی شد که فیروزه کوبی رو به عنوان صنایع دستی انتخاب کردین و فعالیت؟ از اونجایی که من علاقه داشتم به این کار، یه روزی نزدیکای خونمون بود که خانه اشتغال زایی، دیدم دارن افتتاحیه میشه و رفتم و تونستم خودش اونجا ثبت نام کنم و توی خانه اشتغال صنایع دست ایران زمین ثبت نام کردم و اونجا تونستم این هنر رو یاد بگیرم. هنر فیروزه کوبی چه هنریه؟ یعنی فقط باید فیروزه رو چه ظرفی به این شکل در آورد؟ بله، هنر فیروزه کوبی فقط مخصوص همون سنگای خود فیروزه است که از معدن‌های شهر نیشابور بیشتر به دست میاد و اینکه رو خود ظرفای مس فقط کار میشه، ظرف دیگه ای رو نمیشه روش کار کرد. درسته. چقدر طول کشید تا یاد گرفتین و آموختین؟ حدوداً یک ماه. خیلی کار سختی نیست، علاقه که داشته باشی خیلی زود یاد میگیری. درسته. وسایل کار و ابزار کارتون چیا هستش؟ ابزار کارمون یه حالت پنس ماننده که باش سنگای فیروزه رو سایز میکنیم، جدا میکنیم و سنگ شکن هستش و یه حالت مالای کوچیکه که باش چسب داره، چسب رو باید مخلوط کنیم. از نظر درآمدزایی راضی هستین؟ به عنوان شغل میشه بهش نگاه کرد؟ خدا رو شکر خوبه، ولی با وضعیتی که الان داریم یکم وضعیت بازار مناسب نیست. بله، ولی به عنوان یه حرفه بله. به خانم خونه‌دار میتونه حداقل بهش بله نگاه میشه بهش ازش استفاده کرد و درآمدزایی کرد. بله. پیشنهاد میکنه به کسانی که علاقه من داشته باشن این کارو انجام بدن توی منزل؟ بله، به نظر من هیچ هنری نیست که
نتونه آدم اونو یاد نگیره. مهم اون علاقه است که داشته باشیم. و فیروز خوبی هم یکی از همون هنرهایی هستش که توی شهر ما رواج داره خیلی، و دوستان عزیزی که علاقه من باشن میتونن این کار رو پیش ببرن و انجام بدن. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه همسفر. قائدی هستم، اصالتاً بختیاری، ساکن خمینی شهر. کار من چمدوزیه که الان 10 ساله که چمدوزی رو انجام میدم. خیلی هم علاقه زیادی دارم به این کار چمدوزی. چی شد چرمدوزی رو شما انتخاب کردین به عنوان حرفه؟ من الان 10 سال پیش وقتی که دیدم یک کیفی رو میشه مثلا با دست شروع کرد به دوختن، خیلی علاقه پیدا کردم. بعد شروع کردم با یه تیک چرمای مصنوعی، گفتم میخوام امتحان کنم چجوریه. وقتی که شروع کردم خیلی لذت بخشه، میتونم که این کارو شروع کنم. بعد شروع کردم به چرمای طبیعی مصنوعی، کیف دوختن، جامه دادی دوختن، حتی جامو بالی دوختن. بعد دیدم که نه، مثلا خیلی کار شیرینیه. بعد دیگه شروع کردم به کیف دوزی، دیگه کیف دیپلمات، کیف مثلا کیفای مدرسه‌ای انجام دادم. فرق چرم مصنوعی و طبیعی در چیه؟ چرمای طبیعی منافذ باز دارن و چرمای مصنوعی نه. چرمای طبیعی استحکام زیادی داره و چرمای مصنوعی به مرور زمان پوسته پوسته میشه و جمع میشه، یعنی استحکام زیادی نداره. با حرارت فکر کنم راحت میشه تشخیص داد، درسته؟ بله. چرمای طبیعی حرارت که بگیریم نمیسوزه و چرمای مصنوعی چرا؟ سریع جمع میشه و میسوزه. کیفی که الان جلویتونه گفتین 3 سال کار کرده؟ بله، این کیف دیپلمات اداریه که 3 سال کار کرده، ولی با اینکه مدامم دستشون بوده کار کردن باش، ولی مثل روز اولش اصلا هیچ چیز خش و اینا نداره، مثلا عمرش زیاده. عمر یک کیف یا کفش یا به هر حال وسیله‌ای که شما با چرم طبیعی کار میکنین چند سال میتونه باشه؟ کیفای طبیعی حداقل دیگه 10 سال کار میکنه. این کیفی که الان 3 سال اینطوریه حداقل 10 سال کیفا کار میکنه. البته به نگهدارندش هم مربوط میشه. بله، به نگهداریش هم هست، نه که مثلا بعد مواظبش هم باشین که خراب نشه. به عنوان شغل میشه بهش نگاه کرد؟ بله، به عنوان شغلم خیلی خوبه. من خودم شخصا کنار کارهای مثلا متفرقه که انجام میدم در منزل، چمدوزی‌ام انجام میدم. درسته. و اینکه چقدر طول میکشه تا یه نفر یاد بگیره هنر چمدوزی؟ الگو، اگه مثلا الگو کشی خاصی داره که اونا رو آموزش ببینین، یه دوره 1 ماه و نیم یا تا 2 ماه میتونین یک کیف کاملا بدوزین، دوره کاملش. فرق کار شما با خیاطی چیه؟ با کسی که پارچه بافی میکنه؟ بله، پارچه دوزی میکنه. خیاطی با چرخ دوخته میشه، ولی چمدوزی همه کاراش با دسته، اصلا کاری به چرخ نداره. یعنی حتی زیب دوزی، کنار دوزی، همه کاراش با دست دوخته میشه. ابزار کارتون چیا هست؟ ابزار کار چمدوزی یه تخته میخواد، مشته، سنبه، چسب آهن حتما باید باشه، آستر میخواد، چرم طبیعی چرم میخواد، دیگه دکمه میخواد، دکمه های چارپایه بهشون میگن که استفاده میشه، و خیلی چیزهای تزئینی دیگه که بعضی از کیفا نیازه. با سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، من مجید فتیان هستم، تولید کننده صنایع دستی در حوزه میناسازی و مسو پرداز.
حدود سابقه کارم به 12 ساله توی این زمینه فعالیت دارم، بالغ بر 70 نفر نیرو الان مشغول به کار هستم. کار ما هم به این شکله که زیر ساخت مینا مس و مینا از مس که در حوزه خود مینا ابتدا لعاب میشه، بعد روی سطح لعاب نقاشی میشه، بعد دوباره میره به سمت کوره و فرایند کوره اونا به انتها میرسونه و کار تموم میشه و تو حالت مس و پرداز برعکس دقیقا انجام میشه. ابتدا سطح مس خشدار میشه، رنگ آمیزی میشه، بعد به دوره برمیگرده به سمت طراحی سنتی و در انتها هم به پلی‌استر تموم میشه و کلی فرایند کار مختصرش میشه در واقع همین. کلن کاری که انجام میدین روی مس انجام میشه؟ میشه روی فلزات دیگر هم انجام داد، ولی خب بنا به دستور عملی که میراث فرهنگی داره و خواصی که خود مس داره باید روی خود مس صورت بپذیره. کاری که انجام میدین مصرفی یا تزئینیه؟ قبلا متاسفانه کمتر مصرفی بود، ولی الان داره بیشتر میاد به سمت مصرفی شدن و کاربردی شدن که این خودش پهن مثبت توی کار ما و باعث فروش بیشتر میشه. اینم برمیگرده بیشتر به سمت ذائقه مشتریان. تو مشتریان دیگه از حالات هدیه دادن کمی کاسته شده تو ذائقهشون و دوست دارن که مصرف کنن، یا به قول اساتیدمون دوست دارن که لمس کنن و با ایده های جدید و خلاقانه روبرو بشن، که دیگه شیرینی خوری، گلدون، بشقاب، کاسه بشقاب دیگه از سمت و سوی جهیزی ها گرفته تا هدیه دادن ها تو مناسبات رسمی، یا حتی بخواد یه پاسخی به زیبایی خونه خودش بده، خیلی الان جای مانورش بیشتر شده نسبت به قبل که فقط یه جنبه زینتی و قیمتی بالایی که داشت. خب این اثرات منفی داشت. کاری که انجام میدین کار هنر زنان هست یا مردان یا تلفیقیه؟ چجوری هنر شما چه هنریه؟ به نظر من هنر توی جنسیت نیست، توی روح افراده. اینکه زنان بیشتر آمیخته شدن با این کار، این برمیگرده به تحلیل شخصی خودم. البته تو قبلا یادم تو دوران شاگردیمون خیلی از افراد بودن، دوستای خودم که پسر بودن، داشتیم کار میکردیم مشکل نش، ولی خب دیگه توقعات و اون سطح درآمد که کم کم رفت بالا، پسرها یه جورایی یا همون آقایون خارج شدن یا اومدن به سمت اوستاکاری و کارفرمایی و خانوماتون توقعاتشون پایین تر بود، بیس و ساخت کار شروع کردن به هدایت، که الان به نظر من با شرایط کنونی یه جورایی میشه بگه توقعات خانوم هم در سطح بالاتری صورت میگیره، که همینم روی قیمت تموم شدهش تأثیر داره، مخصوصا متریال اولیش که از گروه فلزات مس، اونم تأثیر خیلی زیادی داشته. یه هنرجو چقدر طول میکشه تا یاد بگیره حرفه شما رو؟ اگه این سوال رو بخوایم دقیق تر پاسخ بدیم بهتره بگیم در 3 سطحه. یعنی ما اگه بخوایم سطح اول مینا را که کار بازاری میشد و حساب کنیم 2 ماه طول میکشه، ولی اگه بخوایم توی سطح‌های بالاتر پردازا روش کار کنیم اونم بالغ بر 3 ماه طول میکشه تا بتونه، حالا خیلی خودمونی بگیم، خوره دستش بشه و بتونه کارا و اون نقش آفرینی داشته باشه. و اگه دیگه بخواد بره تو زمینه‌های بالاتر، نگارگری، گل و مرغ، اونا دیگه شاید به سال هم بکشه و به مراتب هر چقدر این میزان هنر بره بالا، اون میزان زمان هم باش همراهی میکنه میره بالا. نحوه فروشتون به چه شکلیه؟ نحوه فروش ما قبلا به شکل سنتی بود، میدادیم به فروشندگان و تبلیغات خیلی ساده که انجام میدادیم، ولی خب الان روند بازار خیلی تغییر کرده، الان فضای مجازی بیشتر داره تاثیر میذاره، مخصوصا تو شرایط کرونا الان خیلی زیاد به حضور در فروشگاه ها ندارن مردم، دوست دارن کارا توی خونه خودشون ببینن و با توجه به اعتمادی که به تولید کنندگان دارن این نحوه فروش بیشتر داره الان شکل میگیره. سنتی هم در کنار خودش هست همچنان، ولی قدرت فضای مجازی به نظر من داره روز به روز بیشتر میشه.
نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان برنامه همسفر. خانم جعفری هستم، ساکن خمینی شهر. از سیاحت کارم هم لباس محلی بختیاری مردم. بله، چوغا. چوغا، بله. این چوغایی که میدوزین بافتنیه یا کار دوستنیه؟ کار دسته، بافتنی دسته و از سیاحت بافتش هم پشم اصله. این فرش میبافین درسته؟ نه، این فرش فقط زیر روی فرش به کار میبریم دیگه، هیچی. یه طرحی هم دارن اونم با تو ذهن خودمون که آخه دستگاهتون این گب بافیه. خب مثل گیلیم بافی اون چیزه. بافی گب بله. چون رو زمین گب بله، توی بله. شیراز من دیدم دستگاهش تقریبا همینطوریه. بله. بعد این خطا رو به چه شکلی ایجاد میکنه؟ اینا یه چند تا خاصیت داره که تابستون خنک لباسش، تا زمستون گرمه و این خاصیت های مشکی و سفیدش به این که مشکیاش که سرازیریه برای قماه و سفیدیاش که بالا میان میگن شادیه و همین دو رنگو فقط داره. فقط همین دوره. چرا مثلا طرای بچگونه را رنگارنگ در میارن ولی الان دیگه زیاد چیز نیست که بخوایم تو مردونه در میارن. هنوز هم چوغا مصرف میشه؟ بله مصرف میشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه پشمش خیلی گرونه و اینا زیاد پیش نمیگیرن، ولی خوبه. خود الان یه چوغا چند در میاد؟ اگه واقعا بخرن نزدیک یه تومن یک خوردی در میان، ولی نه نمیخرن چون واقعا گرونن، شرایط خیلی سختیه، زیاد نمیخرن. چوغا فقط از پشم گوسفند؟ از پشم گوسفند. بله بافته میشه، یعنی شما پشم گوسفند رو نخ میکنی؟ بله نخ میکنیم. نخ دوسی؟ مشکیش رنگ که مشکی رنگ در میاریم، رنگ اصل با سفیدم که همون خودش سفید. رنگ نمیکنه؟ چه رنگش میکنن ولی رنگ اصل رو در میارن توش که رنگ نده به چوغا. درسته. آخه من شنیده بودم که قدیمی ها پشم سیاه، گوسفند سیاه رو برای رنگ سیاه استفاده میکردن. بله و سفید رو برای رنگ بله سفید. بله اون موقع بله، ولی الان نه. الان شما رنگ الان استیپس. رنگش میکنن ولی رنگ خوبش که رنگ به چوغا نده، سفیدش خراب در نیاد. درست. که وقتی میشورنش رو رنگ نده. چند ساله دارین کار انجام میدین؟ من هلوش 10-15 سال این کار رو دارم. 15 ساله. به جز چوغا بافی کار دیگه هم بلدین؟ بله کارهای دستی زیاد بلدیم. چه کارهایی؟ مثلا چوغا بافی، قالی بافی دیگه. گیوه؟ نه گیوه کار ما نیست. گیلی؟ کلا بافی، کلا مثلا کلاچه زن مثلا تر دسته، چون تراش و تر دسته اینا، ولی کلا مردمه که خود نمد دوزی های نتیز. درسته. یه چوغا بافندگی چقدر طول میکشه؟ اگه به بافن یه هفته. یک هفته. اگه دستشون تون باشه یه هفته، بعضیا یک ماه، ولی خب در اصل یه هفته. البته یه نیو چوغایی داریم که میگن کیارسی، اون چوغاش خیلی هم زخیمه هم کارش خیلی تر تمیزه، تو دو ماه هم میبافنه چون باید خیلی ریزه، کار ریز داره. سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، عاملی هستم. حدوداً 15 ساله که ما آموزش تابلو فرش داریم برای خانم‌ها و آقایون. تابلو فرش آموزش میدین یا خودتونم میبافین؟ خودم هم میبافم ولی آموزش هم میدیم برای خانم‌ها یا آقایون هر کی بخواد. معمولاً تابلو فرش رو تو چه سایزهایی رو میبافن؟ سایزهایی مختلف داره. از چند سانت شروع میشه تا چقدر؟ الان از 10 سانت داره به بالا. به بالا یعنی حتی 12 متر. به 6 متر داره. خب 6 متر میشه قالی نمیشه؟ پرده ای بهش میگن اونا رو. پرده ای بهش میگن. بعد تابلو فرش بیشتر منظره میتونه باشه یا هر چیزی میتونه؟ نه همه چیز هست. منظره هست، چهره هست، گل هست، آیات هست، همه چی هست. درسته. چی شد تابلو فرش بافی رو به عنوان یک شغل و حرفه انتخاب کردین؟ من بافت قالی و اینا رو خیلی دوست داشتم، علاقه داشتم. بعد اون سنتی ها رو بلد نبودم. اینا بافتش مدرنه، نقشه نداره، از این کامپیوتری هست.
بافتش خیلی راحته، هر کسی میتونه ببافه، از بچه 8 ساله میتونه ببافه به بالا. بله. یه داری کنارتون هست، این داره همون در اصل میشه گفت تابلو فرش بافیه، درسته؟ بله بله. و دارها چوبی هستند؟ فلزی هم داریم. فلزی هم چوبی هستن. هم فلزی. یک نفر بخواد یاد بگیره چقدر باید زمان بگذاره براش؟ 3 جلسه ما معمولا یادشون میدیم. تو 3 جلسه به این صورت. بله. فرق تابلو فرش بافی با فرش بافی در چیه؟ تفاوتی نداره. یعنی هر کی فرش بافی بله. بلده میتونه تابلو فرش هم ببافه. بله. ولی فکر کنم ریزتر باشه، ریزبافتر باشه تابلو فرش. نه خب این بستگی به چلش داره. چلش اگه رز شمارش بالا باشه ریزتر میشه. هرچه رز شمارش بالا باشه ریزتر میشه بافتش. چه تعداد نیرو رو شما آموزش دادین تو این مدت؟ ما بی نهایت. ما الان 15 ساله چون هر کسی تو خونه میبافه. کارگاه نیست که مثلا بگیم چند نفر اومدن. خیلی آموزش دیدن بردن میبافن. و هنوز کسی علاقه‌مند هست به این حرفه؟ بله. علاقه‌مند هستن هنوز کسی به این؟ بله بله، بعضیاشون چند میشون اومدن میبافن، میزنن میبافن. و به عنوان یه شغل هم میشه بهش نگاه کرد؟ بله. این هم از سوژه و گزارش امروز برنامه همسفر که تقدیم نگاه مهربانتون شد از شهر زیبای خمینی شهر. ما صنایع دستی ارزشمند این شهر رو بهتون معرفی کردیم با لباس‌های زیبایی که به هر حال بانوان و هنرمندان این شهر داشتن، به همت خانم تفرشی که واقعا زحمت کشیدن. ما شما تشکر میکنیم که این گروه رو آماده کردن و با سلیقه هم آماده کردن و وسایل رو آوردن به فضایی که الان در اونجا هستیم، خانه سرتیپ سدهی، که ما در این فضا سعی کردیم این برنامه رو تقدیم نگاه مهربانتون کنیم. خیلی هم صبر و حوصله به خرج دادن این هنرمندان. ضبط برنامه همسفر برای این چنین کارهایی حداقل 7-8 ساعت طول میکشه تا ما بتونیم به هر حال پلان به پلان از اون رو تصویر بگیریم و تقدیم نگاه مهربانتون کنیم، که واقعا تشکر میکنم از هنرمندان شهر زیبای خمینی شهر و فعالیتی که داشتن. همچنان ما رو همراهی کنین با تماشای جاذبه های دیدنی کشورمون ایران. در فضای مجازی هم میتونید با همسفر تیوی ما رو همسفر باشین و ما رو همراهی کنین و در واقع این زیبایی ها رو از نزدیک تماشا کنین. امیدواریم که در دوران سلامت همه چیز مهیا بشه تا شما سفر کنین، اون هم به شهر زیبای خمینی شهر، هم جاذبه های دیدنیش رو ببینین، هم جاذبه های گردشی و هم سوغات بسیار خوب و فراوانی که داره. یادتون نره برای حمایت از تک تک این هنرمندان باید صنایع دستی ارزشمند هر خطه از کشورمون رو خریداری کنین. هم زیباست، هم موندگاره، هم کمک میکنین تا یک صنعت رونق داشته باشه. تا دیدار دیگه همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.